سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. وکیل زن سابق اساسی که بعضیا مدعی شدن اون وکیل امین فردین هم هست، دست به افشاگری در مورد یک کلاهبرداری از خودش و امین فردین میزنه و از نحوه این کلاهبرداری هم توضیح میده. اما به غیر از این، اون ادعای عجیبی در مورد غزاله دوست دختر آرمان هم مطرح میکنه که از غزاله عکسی داره که با دوست پسر جدیدشه و زنده است. فقط تا الان اگر نتونسته افشا کنه بنا به دلایلی بوده که حالا توضیح میده. پس پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندین تا ببینیم ماجرای عکس غزاله و کلاهبرداری از فردین چیه. همزمان با انتشار آهنگ دکتر ساسی، خانومی توی مجازی پیدا شد که عکسی از برسام پسر ساسی رو منتشر کرد تا در مورد زن سابق و بچه ساسی افشاگری کنه. همون زمان خیلی‌ها این خانوم رو با خواهر زن سابق ساسی اشتباه گرفتن، ولی خود خانم وکیل بارها این قضیه رو تکذیب کرد و هر بار توضیح میداد که نسبتی با زن سابق ساسی نداره و فقط وکیل و دوست اونه. از اون روز به بعد این خانم چه اینستا فعالتر شد و بارها در زمینه‌های مختلف استوری و پست می‌ذاشت. بخشی از فعالیتش مسائل اجتماعی بود و بخشی از پست و استوری‌هاش مخالفت و مبارزه با سایدارها. خلاصه این خانم وکیل در زمینه‌های مختلف اجتماعی و حقوقی فعالیت می‌کرد تا یک بار استوری داد که اونو همراه با امین فردین توی یک مهمونی شبونه نشون می‌داد. از زمان بیرون اومدن این استوری، خیلی از پیجایی که در زمینه مخالفت با سایت‌های قمار فعال بودن، انگ همکاری با فردین رو بهش زدن و این موضوع که اون وکیل امین فردینه. این خانم وکیل با شروع فعالیتش، از اونجا که خودش هم با سایت‌های شرط‌بندی ایرانی مشکل داشت، از چند تا از این پیجا حمایت کرد. اما حالا همین خانم دوباره ظاهر میشه تا توضیح بده چند پیج می‌خواستن از اون و فردین اخاذی و کلاهبرداری کنن، اونم با دریافت بیت کوین. این پیج که اصلا وقتی خدای معجزه ها رو مسخره میکنه، خب مشخصه که به خدای اعتقاد نداره که بخواد اصلا شعور و درک یه همچین مسائلی رو داشته باشه و فقط با اذیت و آزار مردم داره سعی میکنه که به هدفش که همون پول هستش برسه، ولی کور خونده. به هر حال یه نفر دروغ میگه، دو نفر دروغ میگه، سه نفر دروغ میگه. چند وقتی بود که من این پیج رو خیلی هدفمند باهاش چت میکردم، به خاطر اینکه چند نفر با امین تماس گرفته بودن که خانم عباسی که انقدر ادعاش میشه چطور داره این پیج رو حمایت میکنه. چند نفر دیگه، بلاگرای دیگه ای بودن که این پیج به دایرکتشون رفته بود و ازشون تقاضای پول کرده بود. البته تمام اون اشخاص به پلیس شکایت کردن و پرونده همین الان بر علیه این پیج هم در ایران باز هستش، توسط چندین نفر شکایت شده. و خب من خودم تا زمانی که با من هم تماس گرفت، یعنی اینقدر احمق و بیشعوره که فکر میکنه من واقعا یک پنسی به این فرد میدم، تقاضای پول کرده که برداره یا یا داره فشار میاره از طریق من به امین فردین که بیت کوین بزنه براش. نه، تا دلت میخواد بشین از این چرندیاتت بگو. هیچ پولی از طرف هیچ شخصی بهت نمیرسه تا میتونی تهمتات رو ادامه بده. از این مهمتر، صحبت‌های این خانم وکیل در مورد غزاله دوست دختر آرمانه که چند ماه پیش به جرم قتل غزاله اعدام شد. نکته‌ای که توی اون پرونده تا روز اعدام خیلی سر و صدا داشت، ادعای وکیل خانواده آرمان بود در مورد اینکه غزاله زنده است و چند تا شاهد اونو دیدن. غیر از این، جنازه غزاله هم هیچ وقت پیدا نشد، ولی با همه اینها آرمان بالاخره اعدام شد. حالا خانم وکیل توضیح میده که عکس غزاله رو داره که با دوست پسر جدیدش هستن و اون زنده است و الان باید توضیح بده میخواد با این عکس چیکار کنه و چرا تا الان اونو منتشر نکرده. خب خیلی سریع چند مطلب دیگر رو هم بگم در ارتباط با آرمان و غزاله. از من میپرسید، ببینید، برای من یک عکس فرستاده شده از غزاله که زنده هستش، دستش رو گذاشته کنار یک پسری، حالا نمیدونم دوست پسرشه یا کیه، ولی خب خیلی صمیمی هستن و دست راستش روی سینه این شخصه.
من دوست داشتم یه ذره با این خانواده بازی بکنم، به خاطر اینکه چند دفعه آرمان رو بردن تو اتاق اعدام و برگردوندنش. میخواستم که همون عذاب رو بدم، ولی متاسفانه اتفاقاتی تو ایران افتاد که من مجبور شدم دست نگه دارم. این عکس الان موجوده و من دیگه تمایل ندارم در رابطه با این عکس هیچ صحبتی بکنم. اگه از بین خبرگزاری های معتبر در خارج از کشور کسی این عکس رو میخواد، با من تماس بگیره. یک نامه قانونی باید به من بده که این عکس رو تحویل گرفته از من، و تا زمانی که خانواده آرمان در امنیت هستند حق پخشش رو نداره. ولی این تاج پادشاهی رو که بعد از اینکه این عکس به دست من رسید رو سر من گذاشتن رو، من حاضرم این تاج پادشاهی رو رو سر هر خبرگزاری که تمایل داره این پرونده رو دنبال بکنه بیاد از من تحویل بگیره این عکس رو. و همونطور که گفتم باید مراحل قانونیش کاملا طی بشه و یه سری قول و قرارهایی رو باید امضا بکنن برای این عکس. و از اون به بعد هم اگه این عکس پخش بشه و یا اتفاقی برای خانواده آرمان بیفته، مسئولیتش با من نیست و کاملا مسئولیتش با اون نشریه خواهد بود. باز هم یک نکته رو که اینجا باید بگم اینه که بعد از اینکه من حتی اعلام کردم که این عکس رو دارم، از خانواده غزاله هیچ خبری نشد. خانواده ای که اگه واقعا فکر میکنن که دخترشون فوت کرده بدون اینکه جسد و جنازه ای دیده باشن، اگه هر پدر و مادر دیگه باشن با اون شخص تماس میگیرن. من که شخص پیج الکی نبودم که یه دونه عکس از خودم گذاشته باشم، اسمم، مشخصاتم، همه چیزم مشخصه. میتونستن خیلی راحت تماس بگیرن با من و بگن که اون عکس رو به ما بده، ما میخواییم این عکس رو تحقیق بکنیم راجبش. ولی متاسفانه هیچ تماسی با من گرفته نشد و این عکس در اختیار منه، چون خود خانواده غزل قبلا این عکس ها رو دیدن، این مدارک رو دیدن، و به خاطر همینم هم خیلی اصرار داشتن سری به خاطر یه سری مسائل دیگه آرمان اعدام بشه متاسفانه. ولی گفتم که من این عکس رو دارم، هر خبرگزاری معتبری خارج از کشور بعد از طی مراحل قانونی میتونه این عکس رو داشته باشه. من این تاج پادشاهی رو خیلی با افتخار تقدیم اون خبرگزاری خواهم کرد. پیج هایی که مدعی بودن این خانم وکیل فردینه، ادعا داشتن که اون توی پرونده شکایت روح الله زم از فردین وکالت فردین رو قبول کرده و دوستی اونا به همین جا برمیگرده. حالا خانم وکیل این ماجرا رو تکذیب میکنه و توضیح بیشتری میده. خب باز برگردیم به امین فردین و پرونده روح الله زم. شدیداً این پیج علاقه داره که بگه که وکیل امین فردین توی لندن من هستم. یک مصاحبه ایم که امین و روح‌الله زم داشتن رو پخش میکنه و یک سر چرندیات مینویسه. البته گفتم که چرندیاتش به چه دلیله، ولی میخوام این رو کلیر بکنم برای شما عزیزان. وکیلی که امین بهش اشاره میکنه یک آقایی هستن که 20 سال هم از من تجربهشون بیشتره، کار مدیا انجام میدن. من کار مدیا انجام نمیدم، من مهاجرت انجام میدم و امور خانواده، طلاق، حضانت بچه و اینو پرونده ها رو من دنبال میکنم و وکیل مدیا نیستم. من اون وکیلی که میگه یک آقا هستش که بعدن اتفاقا وکیل روح الله زم شد. نظر شما در مورد ادعای این خانم وکیل برای عکس غزاله چیه؟ به چه دلیلی میخواد اونو به رسانه ها بده و دیگه خودش کاری به اون نداره؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. اگر هم اولین باره که ویدیو هامونو میبینین، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو برای دیدن ویدیوهای بعدیمون بزنین. غیر از اینها برای لایک و همراهیتون ممنونم.